روز پنجشنبه 28 سفر الاحزان اجتماع ازاداران نبوی در بیت آیت الله شیرازی برگزار شد. آیت الله شیرازی در ابتدای سخنان خود از تمام کسانی که در برگزاری هرچه بهتر شعیره مقدس اربعین حسینی تلاش نمودند تا در سال جاری بسیار با از سالهای قبل برگزار شود به ویژه شیعیان عراق که هر آنچه در حد توان داشتند در طبق اخلاص نهاده و در این راه به مصرف رساندن تشکر کردند. معظم الله با اشاره به اینکه علاوه بر شیعیان بسیاری از غیر مسلمانان هم نسبت به مقام والای سید و شهدا ارادت دارند فرمودند جایگاه امام حسین علیه السلام در آسمان عظیمتر از جایگاه ایشان در زمین است و هر آنچه برای تعظیم مقام ایشان انجام شده در برابر آن چیزی که باید انجام شود بسیار کم است ایشان با اشاره به اینکه بسیاری از مردم در راه امام حسین علیه السلام به زندان رفتند و یا شکنجه گردیده و کشته شدند فرمودند تمام کسانی که در راه امام حسین علیه السلام کشته شدند و همینطور آنهایی که کشتند و تمام کسانی که در این راه به زندان افتادند و آنان که زندانی کردند و تمام کسانی که شکنجه کردند و شکنجه شدند از این جهان رفته و خواهند رفت امام و نام امام حسین جاودانه است آیت الله شیرازی در ادامه فرمودند در روایات آمده جایگاه افرادی که در راه امام حسین شهید شدند جاودانه و نیکوست و جایگاه کسانی که به خاطر ظلم به امام حسین و دوستداران ایشان جهنمی شده نیز بسیار سخت و دردناک است و به تعبیر قرآن کریم مرگ از هر جانبی به سوی آنان می آید ولی نمی میرند و در آتش دوزخ جاودانند معظم الله در ادامه فرمودند علا رغم تمام فعالیت هایی که در راه امام حسین علیه السلام شده است اما باز این تلاش ها به حد کافی نیست و باید افزایش یابد ایشان در ادامه ضمن عرض تسلیت شهادت رسول خدا و امام مشتبا و امام رضا علیه السلام با ذکر روایتی از امام باقر علیه السلام فرمودند یکی از منافقان بی اجازه بی اجازه پیامبر به گروهی از یهودیانی که در جنگ با مسلمانان نبودند حمله می کند و برخی از آنان را کشته و اموال آنان را غارت می کند. پیامبر ضمن اعلام تبری از اقدامات او از امیرالمؤمنین میخواهند برای جبران خسارتها و جلب رضایت آنان اقدام نماید امیرالمؤمنین هم ضمن اطاعت امر رسول خدا با مقدار زیادی طلا رهسپار به سمت آن قبیله می شود آیت الله عظما شیرازی در ادامه فرمودند در روایات آمده که امیرالمؤمنین علی علیه السلام دیه افراد کشته شده را پرداخت کردند و برای جنین های تلف شده نیز پولی پرداخت کردند و مال هایی که تلف شده بود را نیز جبران خسارت کردند حتی در قبال برخی اموال بی ارزش نیز جلب رضایت نمودند برای فریاد زنان و بچه هایی که در اثر حمله ترسیده بودند هم پولی پرداخت کردند معظم الله در ادامه با اشاره به قاعده تعصی که برخی از فقها آن را واجب و برخی مستحب میدانند فرمودند رفتار پیامبر خدا صلی الله علیه و آله علی بایستی برای تمامی زمامداران اسلامی الگو باشد و از آن و از آنجا که قول و فعل و تقریر معصوم حجت است مطابق این روایت امام باقر و رسول خدا و امیر المومنین علیه ما قانونی را به همه زمامداران دنیا تقریر فرمودند که چنان که در یک کشور اسلامی ظلمی به افراد جامعه شود حتی اگر حاکم خبر نداشته باشد مسئول است و باید جبران کند